نیلوفر، از تو بشنویم حالا هوا چه هست. شادی و پایکوبی هواداران آقای مانوئل مکرون رو داشتیم، دیدیم در تصاویر زنده‌ای که داشتیم. بله دقیقا، احتمالا صدا رو از پشت سر من هم میشنوید. هواداران امانوئل مکرون اینجا جمع شدن، منتظرند که او در حضورشون حاضر بشه و سخنرانی پیروزیشو اینجا ارائه بکنه. در میانشون اعضای دولت امانوئل مکرون هم هستن که احتمالا به زودی باید استعفا بدن و دولت جدیدی جای اونها رو بگیره. امانوئل مکرون به خوبی میدونه که این پیروزی با پیروزی 5 سال قبلش بسیار فرق میکنه. درسته که باز هم حالا از پیشبینی ها فاصله که او داره با خانم مکرون فاصلهش بیشتر شده، اما با این حال مثل پیروزی دفعه قبل نیست. حالا او میدونه که خیلی ها به سیاست های و انتقادات و بسیاری دارن و از طرف دیگه برای پیشبرد برنامه ها و سیاست هاش در 5 سال آینده چالش های بسیاری داره، چون حالا راست و چپ افراطی قدرت بسیاری گرفتن و با این نتایجی که به دست آوردن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در دور اول و حالا خانم لوپن در دور دوم، امیدوارن که در انتخابات مجلس فرانسه که کمتر از 2 هفته دیگه برگزار میشه بتونن کرسی های بیشتری رو به دست بیارن، اکثریت مجلس رو داشته باشن. و در اون صورت که حزب آقای مکرون که تا حالا اکثریت مجلس رو داشت دیگه اون وقت کاری از پیش نمیتونه ببره و او برای تصویب لوایحی که میخواد ارائه بده یا پیشبرد کارش با مشکل روبرو خواهد شد. از همین حالا ژان لوک ملانشون نامزد چپ افرادی که در دور اول انتخابات در مقام سوم قرار گرفته بود، کمپین های برای انتخابات مجلس رو آغاز کرده و در مصاحبه‌ای که همین چند روز پیش هم داشت از مردم خواسته بود و از احزاب دیگه هم خواسته بود تا به او بپیوندن تا اونها بتونن یک اتحادی رو، اتحاد مردمی به گفته اون رو، به گفته اون رو تشکیل بدن و در این صورت اکثریت مجلس رو به دست بیارن و اونطور که خودش میخواد او رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنن. در اون صورت میتونیم بگیم کار برای امانوئل مکرون بسیار مشکل خواهد بود. این بخشی از فضای حاکم بر اینجاست، فضایی که خود امانوئل مکرون میدونه دیگه مثل اون شب پیروزیش 5 سال پیش در مقابل لوور نیست. باید ببینیم در سخنان پیروزیش به چه چیزهایی اشاره میکنه، در دولت آینده است از چه افرادی استفاده خواهد کرد. حالا دیگه حزب راست افراطی یک حزبیه که جای خودش رو در فضای سیاسی فرانسه پر کرده، تثبیت کرده و احتمالاً به این راحتی او نمیتونه در 5 سال آینده از کنار او و از کنار حزب چپ افراطی، احزاب چپ افراطی فرانسه بگذره که کار رو برای او بسیار مشکل تر خواهد کرد. مرسی نیلوفر از توضیحاتت.